روش آزمون دادن که ما الان تقریبا 15% اولش رو بلدیم و به واسطه سوات انشالله بقیهش هم یاد میگیریم. آقایون و خانوما، شما همین 4 مرحله رو کامل و با کیفیت بیای جلو، از همین الان هم شروع کنی با من بیای جلو، مطمئن باش تو هر درسی در بدترین حالت بالای 50% میتونی بزنی. یعنی تعطیل ترین دانش آموز هم از الان استارت بزنه جانانه این تقریبا 5 هفته قبل از اردو نوروزی رو با من بیا جلو تو اردو، چون از 0 تا 100 همه درس‌ها رو دوباره من میبندم، پس این فرصت رو داره که همه چیز رو جمع کنه. حالا تو هر طری هست، چه VIP چه پروفشنال چه TNT میخواد بیاد، فرقی به هر حال نداره، این فراینده کاملا حاصل میشه. ما تا الان تا اینجا یه کار تو شرایطی که تا اینجا داریم 70% درس ها رو معلمامون بستن و ما هم قاعدتا خوندیم. هستن کسایی که کمتر از این میزان خوندن، هستن کسایی که بیشتر از این میزان تموم کردن. الان این تعادل، این فرایند نرمال حاکمه، باید 70-30 باشن تقریبا، و اگر نیستی هیچ ایرادی نداره. حالا چرا؟ اصلا هدف گفتن این چیه؟ تقریبا 30% ماجرا باقی مونده که این 30% ماجرا رو تقریبا تا نوروز من میخوام پوشش بدم که دیگه چیزی ازش باقی نمونه. من توی پروژه نوروزم میخوام 0 تا 100 هر درس رو ببندم، ولی برنده کسیه که تا جایی که میشه، تا جایی که توان داره، این تقریبا 5 هفته باقی مونده تا نوروز رو خیلی حرفه‌ای بخونه. حرفه‌ای خوندن به این معنی نیست که برگرده از اول بخونه، برگرده از اول آفلاین ببینه، برگرده از اونجایی که یادش رفته بخونه. نه، حرفه‌ای خوندن یک تعریف داره، از اینجا به بعد با من بیاد جلو. چرا؟ چون تمام مطالب قبلی رو من دقیقاً میارم توی حبس از اول میگم و اون میتونه همه رو پوشش بده. بچه ها فهمیدید داستان چی شد؟ اون وایس 10 دقیقه‌ای که پریشب گذاشتم توی کانالا خیلی مهمه. اگه گوش نکردی گوش بده، و اگر گوش کردی یک بار دیگه به نظر من اون وایس رو گوش بده که دقیقاً درک کنی داستان چیه. اون 10 دقیقه دقیقاً حال و روز خیلی از شما هاست که اگر طبق اون فرایند با من بیای جلو اتفاق خوب برات میفته و همه اینا کامل کامل جمع میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه. این تا اینجای کار، یعنی تا اینجای کار که تو باید درک بکنی داستان چیه و چه شرایطی باید داشته باشی. ما قوانینمون رو میدونیم، اما چرا من دارم این قوانین رو میگم؟ یه لحظه گوش بده تا تکنیک درس دین و زندگی رو شروع کنیم این جلسه بهت بگم که خیالتون راحت بشه کامل کامل و بدونید داستان چیه. بچه هایی که نیاز به این دارند که دقیق دقیق برنامه فردی داشته باشن، یا تو طرح VIP باید باشن یا پروفشنال. بچه هایی که برنامه جمعی تر میخوان که با توجه به شناخت خودشون و فرایند خودشون فردیش کنن، میتونن بیان توی طرح TNT قرار بگیرن. این که تو کدوم طرحی اصلا مهم نیست، چون در حبس آموزشی از 0 تا 100 همه چیز تو اردو نوروزی بسته میشه. دوباره از صفر شروع میشه و امسال هم باز زود شروع میکنیم که کل کار کامل با هم ببندیم. بنابراین این فضای ذهنی رو کاملا از خودت بیار بیرون که آقا من اگر بدم دیگه نمیرسم، دیگه نمیتونم. چرا؟ چون تعداد بچه هایی که امسال دارن از این جمله استفاده میکنن که چون بدم میخوام بیخیال شم بذارم سال بعد، نمیدونیم چرا اینقدر زیاده. پس قاعدتا امسال شرایط برای نتیجه گرفتن خیلی از بچه‌ها مهیاست، به شرطی که فضای ذهنیشون اینجوری نباشه که من بدم و دیگه نمیرسم. اگه قراره همه اینایی که دارن این جمله رو میگن بذارن کنار درس و دیگه نرسن و دیگه نتونن کاری انجام بدن، خب پس کی قراره کنکور بده؟ من احساس میکنم امسال خیلی روون و راحت میشه نتیجه گرفت. چرا؟ چون از پارسال دوز این جمله خیلی بیشتره که من نمیخوام، من نمیخونم، من گذاشتم کنار، من میذارم واسه سال بعد. حالا یه تعدادی از این بچه‌ها که انقدر ضعیف و بد و درب و داغون بودن و اذیت کردن و بی‌نظمی کردن که خودمون اخراج کردیم که این داستانا داره اتفاق میفته، حمله میکنن به پیج اینستاگراممون و هزار تا حرف و حدیث و فوش و بد و بیرا و تهدید و این داستانا، که چه طبیعیه. و اتفاقا هم خوب شد این جمله رو گفتم، استوریای امروز رو دیدید فکر کنم متوجه ماجرا شدید. ببین تکلیف من، کارنامه من و روند کاری من کاملا مشخصه توی کشور. به قدرت اینو میگم، همه ی حرفایی که میزنم و عمل میکنم. حتی یک جمله رو نمیتونی تو پیدا کنی که من انجام ندم، بیشترش هم انجام میدم. منتم سر هیچ کسی نیست، خودم خواستم این کارو انجام بدم، دلم میخواد بیشتر انجام میدم اون کارو.
به هیچ عنوان هیچ کس نمیتونه بگه تو فلان کارو گفتی انجام ندادم. همون اندازه که دارم انرژی میذارم و کار بیشتر انجام میدم تو همین تایمی که من درگیر کرونا بودم، خیلی از شما وایسامو شنیدید که به سختی بود، بقیه‌اشو تایپ میکردم جوابتون رو میدادم، یعنی پوس از سرم کنده شد تا صبح بیدار فقط داشتم تایپ میکردم جواب بچه‌ها رو بدم. به همین اندازه که دارم کار انجام میدم که منتی هم به سر هیچ کس نیست، باید تابع قوانین من تو پادگان باشی، نباشی اخراجت میکنم. هر روز اولم گفتم از هیچ کس هم ترس ندارم، اخطار خوشدار با لغت میندازمت بیرون اخراج. حالا تو برو چه میدونم یه گله آدم پیدا.